بسی رنج بردم در این ثالثی، عجم زنده کردم بدین پارسی. یکی بندگی کردم ای شهریار، که ماند ز من در جهان یادگار. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و بارانش نیاید گزند. بر این نامه بر سالها بگذرد، همی خواند آن کس که دارد خرد. بسی رنج بردم در این ثالثی، عجم زنده کردم بدین پارسی. جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. چو این نام ورنام آمد به بن، ز من روی گیتی شود پر سخن. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. هر آن کس که دارد هش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. فردوسی مردی وطن پرست و در میهن پرستی استوار بود. این مطلب از جای جای شاهنامه و به ویژه از شور فردوسی در ستایش ایران و نژاد ایرانی به خوبی آشکار است. او از تاریخ نیاکان خود و داستانها و افسانه شاهان و تاریخ ایران اطلاع و یا به دانستن آنها شوق و علاقه داشت و تربیت خانوادگی او وی را بر این می داشت. به همین سبب است که به این کار عظیم دست داد و تا موقعی که گرفتار فقر و تهی دستی نگشت، یعنی مال و ثروت اجدادی را بر سر کار شاهنامه نگذاشت، به دربار شاهان و جایزه های ایشان توجهی ننمود. فردوسی در سرودن شاهنامه گذشته از روح وطن خواهی و احساسات میهنی کمابیش مشوقانی داشته است. او خود از چند تن به نام یاد کرده است که ایشان به نحوی در تشویق او کوشیدند. یکی از آنان که بیش از همه مورد ستایش اوست، کسی است از اشراف و فرمان روایان آن عهد که فردوسی صفاتش را برمی شمارد، اما به تصریح نام او را نمی گوید. چنانچه از ظاهر کلام استنباط می گردد، فردوسی به قول نولد که دانشمند آلمانی که می گوید فردوسی تعصب مذهبی نداشته است، در افسانه‌ای که از بنمایه اسلامی اقتباس شده و راجع به زیارت اسکندر از کعبه است، اظهار می کند که خدای زمین و زمان احتیاج به جا و مکان ندارد و می گوید که برای پیشینیان ما آتش فقط برای تعیین سمت نیایش بود، همانطور که برای عرب ها سنگ سمت پرستش است. به نظر فروغی از ویژگی های فردوسی پاکی زبان و عفت اوست. در تمام شاهنامه یک لفظ و یا یک عبارت مستهجن دیده نمی شود و پیداست که فردوسی برخلاف بیشتر شاعران ما از آلوده کردن خود به هزل و زشتی ها احتراز داشته است و هر جا که به مقتضای داستان سرایی مطلب شرم‌آمیزی می بایست نقل کند، بهترین و نازکترین عبارات را برای آن یافته است. عفت طلبی فردوسی به اندازه است که در قضایایی هم که به اقتضای طبیعت بشری بی اختیار واقع می شود،
رضا نمی دهد که پهلوانان او مغلوب نفس شده و از حدود مشروع تجاوز کرده باشند. فردوسی مردی است به غایت اخلاقی، با نظر بلند و قلب رقیق و حس لطیف، ذوق سلیم و طبع حکیم. همواره از قضایا تنبه حاصل می کند و خواننده را متوجه می سازد که کار بد نتیجه بد می دهد و راه کج انسان را به مقصد نمی رساند. هیچ کس به اندازه فردوسی معتقد به عقل و دانش نبوده و تشویق به کسب علم و هنر ننموده است. فردوسی چون خیام در اشعارش به کوتاهی عمر افسوس می خورد و اظهار حیرانی می کند که برای چه آمدیم و کجا می رویم و بعد از این حیات چه خواهیم شد؟